سلام به همه آبیا، اس اس یا تاجیا و همه فوتبال دوستای دنیا. به کانال خودتون خوش اومدین. بریم با همدیگه جذابترین و دیدنی ترین بازی مسابقات تا الان رو ببینیم که ترکیه توش تونست گرجستان رو ستایی کنه. بازی جذاب ترکیه و گرجستان تو سیگنال ایدونا پارک برگزار میشد که ورزشگاه اختصاصی دورتمونده و همه میدونستن که ترکا میان و یه بازی جذاب و دیدنی انجام میدن، به خاطر اینکه ذات فوتبال ترکیه این شکلیه. اونا زیاد میدونن، هیجان انگیز بازی میکنن، اشتباه هم تو خط دفاعی زیاد انجام میدن و معمولا بازی هاشون پرگله. خیلی اوقات خوب میبرن، خیلی اوقات هم خیلی بد میبازن. و از اونجایی که گرجستان یه تیم کم تجربه تو مسابقات، یا بهتر بگیم بی تجربه، همه فکر میکردن که ترکیه گرجستان رو میبره و همین اتفاق هم افتاد. تو کانال خودمون یه نظرسنجی گذاشته بودیم که گفته بودیم فکر میکنیم که توی این گروه چه تیمی سرگروه بشه. 90% به پرتغال کریستیانو رونالدو رای داده بودن، 4% به ترکیه، 3% به جمهوری چک و 3% هم به گرجستان، که احتمالاً طرفدارای شاید پرسپولیس باشن که به خاطر گولسیانی به گرجستان رأی دادن، وگرنه گرجستان خیلی تیم قابل ذکری نیست. البته امروز ترکیه رو واقعاً اذیت کرد. سرمربی ترکیه وینچنزو مونتلای معروف ایتالیایی که با سیستم 4-2-3-1 بازیکناشو به میدان فرستاده بود که تونستن توی بازی خیلی سخت از پس گرجستان بر بیان. این دفاع راست و چپای ترکیه خیلی ضعف دارن و از اونجایی که هر دوشون هم مال فنرباهچه هستن، باید ببینیم که مورینیو براشون چه تصمیم میگیره، چون فکر نمیکنم این مدافعین پر اشتباهو بخواد نگه داره. برای ترکیه گونوک از بشیکتاش توی دروازه وایساده بود، مولدور از فنرباهچه دفاع راست بود، آکایدین از پاناتینایکوس و بارداچی از گالاتسرای هم دفاع وسطاش بودن و چپ رو هم داده بود به کادیولو که اونم فنرباهچه بازی میکنه. جلوتر از اونا چالهاناولو اینتر و آیهان گالاتسرای بودن که به عنوان هافبک دفاعی بازی میکردن که به نظر من خیلی هم خوب بازی نکردن. جلوتر سه تا مهاجم تقریبا پشت یک مهاجم دیگه ثابتشون بازی میکردن که خیلی نفوذ میکردن و ترکیه موقعیت‌های بسیار بسیار زیادی به دست آورد. بهترین، معروفترین و بهتره بگیم نابغه 19 ساله ترکا آردا گولر که تو رئال بازی میکنه تو این بازی بازی کرد و یه گل استثنایی هم زد و نشون داد بیدلیل نیست که رئال میاد یه بازیکنو میخره و نگه میداره حتی وقتی مصدوم باشه. حتما چیزی توش دیدن که اونو نگه داشتن و امروز هم نشون داد که واقعا چی کار است. کوکچو از بنفیکا، یلدیز از یوونتوس و باریش یلماز از گالاتسرای هم بقیه بازیکنای ترکیه بودن که یه بازی هیجان انگیز رو به همه طرفدارای فوتبال هدیه دادن. اونور گرجستان 3-5-2 بازی میکرد که مربیشون ویلی ساینول معروفه که یکی از بازیکنای شاخص تیم ملی فرانسه بوده. دروازبانشون ممرداشویلی از والنسیا، توی خط دفاع والی از آپوئل قبرس، کاشیا از اسلوان براتیسلاوا و ویرولیا از الاخدود عربستان که بازم میبینین که تو تیمای مختلف از باشگاه‌های عربستان و لیگ حرفه‌ای عربستان بازیکن داریم. تو خط هافبک کاکابادزه که تو لهستان بازی میکنه، چاکوتادزه توی واتفورد، مکباشویلی توی رومانی بازی میکنه، کوچاراشویلی توی لوانته، سیتاشویلی تو خود گرجستان بازی میکنه که اصلا دیگه باشگاه بزرگی نداره. مهاجماشون هم واراتس خلیا توی ناپولی بازی میکنه و میکاوتاتسه توی متس که این بازیکن آخر بسیار بسیار بازیکن با کیفیتی بود که گل هم زد. چند تا موقعیت هم ترکا شانس آوردن که توپای این بازیکن وارد دروازه نشد. کلا به نظر من گرجستان خیلی جذاب بازی کرد و با شجاعت. قبلا این دو تیم 5 بار با هم بازی کرده بودن، 3 بار ترکیه برده بود، 1 بار بازی مساوی شده بود و 1 بار هم گرجستانیا برده بودن. اولین بار سال 2002 توی بازی دوستانه ترکیه 3-0 برده بود. تو سال 2004 و 2005 توی مقدماتی جام جهانی 2006 2 بار به ایدار هم رفتن. یه بازی 1-1 شد، یه بازی ترکیه 5-2 برد. بعدش تو سال 2007 توی بازی دوستانه گرجستان 1-0 برد و تو آخرین بازی هم که با هم داشتن سال 2012 با هم بازی کردن که ترکیه 3-1 برد و الانم
3-1 برد که بازی دیدنی بود. بریم سراغ صحنه ها. پر صحنه ترین مسابقه تا الان یورو همین بازی بود که از همون دقیقه 10 موقعیت ها شروع شد. یه پاس به عقب از کنان یلدیز زدیم و ضربه بسیار سنگین آیهان که به پایه تیرک خورد و با خوششانسی گرجستانی ها وارد دروازه نشد تا یه گل زیر دقیقه 10 دوباره ببینیم و این نشون میداد که ترکیه اومده حسابی حمله بکنه. دقیقه 12 میکو تاتزه از پشت محوطه جریمه یه شوت زد که به بارداکچی خورد و تغییر مسیر داد، اما گونوک تونست سوپو فوق‌العاده بگیره و به کورنر بفرسته و معلوم بود که دوتا تیم بسیار بسیار تیمای شوتزنی هن. اما دقیقه 25 ترکیه به گل رسید، ارسال کادیوغلو رو کاشیا ناقص دفع کرد، صاف اومد رو پای مولدور و مولدور با یه شوت والی دیدنی بازی رو یکیچ کرد. به نظر من این گل بهترین گل والی جامعه و شاید یکی از نامزدای بهترین گل جامم بشه. البته آردا گولر جلوتر گلی زد که از اینم قشنگتر بود. 2 دقیقه از گل ترکیه گذشته بود که یه گل دیگه زدن، یه حرکت عالی از آردا گولر، یه سانتر کرد از سمت راست که کوکچو روش اثر گذاشت و رسید به کنان یلدیز که تونست توپ وارد دروازه بکنه، اما یه نوک پا توی آفساید بود و وی آر که رفت صحنه رو چک کرد گل مردود اعلام شد که اگر گل دومو ترکیه میزد به نظر من جا داشت که این بازی رو 5 6 تا به گرجستان بزنه، اما گلشون مورد قبول نشد و چند دقیقه بعد گل خوردن. دقیقه 32 فشار گرجستان جواب داد و حرکت کوچراشویلی از سمت راست و یه کاتبک، یه ضربه از میکو تاتزه با واکنش بسیار بسیار ضعیف گونوک وارد دروازه ترکیه شد و گرجستان به بازی برگشت. هممون فکر میکردیم که ترکیه میاد گلای زیادی به گرجستان میزنه، اما این گله حسابی باد ترکیه رو خوابون. دقیقه 35 بازم گرجستانی‌ها یه حرکت کردن که ضربه میکوتادزه از بغل دروازه با فاصله بسیار بسیار کم بیرون رفت و امکان داشت حتی گرجستان برنده به رختکن بره. نیمه دوم که شروع شد ترکیه دوباره به اوزا مسلط شد و نکته جالب توجه هم اینه توی نیمه دوم یه بارون بسیار شدید توی ورزشگاه می اومد که تو تصاویری که میرفت از نزدیک می نشون میداد معلوم بود که چه بارون شدیدیه و میدونیم که تو روزای بارونی بازی ها جذاب تر میشه، بازیکن ها لیز میخورن، سرعت توپ بیشتر میشه، حرکت کردن برای دروازه‌بان سخت‌تر میشه و احتمال گل شدن توپ بیشتر، که دقیقاً هم همینطور شد. دقیقه 65 حرکت انفرادی دیدنی از آردا گولر که اوورد رو پای چپش و با یه شوت استثنایی و دیدنی توپ وارد دروازه گرجستان کرد، یه ضربه بسیار بسیار دیدنی و غیر قابل مهار. ببینین یه بازیکن 19 ساله وقتی اینقدر زود به یه باشگاهی مثل رئال مادرید میره قطعا بدونین یه نابغه است. یعنی اگر الان میبینین اندریک برزیل رو همونا خریدن، من خودم خیلی منتظرم که تو تیم ملی برزیل ببینمش. درسته خب یه بازی دیدیم به انگلیس گل زد توی ویمبلی، ولی بعد ببینیم که توی جام ملت‌های آمریکای جنوبی و کوپا آمریکا چطور بازی میکنه، چون که اگر رئال سرمایه گذاری بکنه روی بازیکنی پولشو هدر نمیده و به قولی بلده که رو کی سرمایه گذاری بکنه. آردا گولر هم قطعا یکی از اوناست. وقتی 19 سالشه و تو اولین یورو میتونه همچین گلی بزنه و تیمو نجات بده، ببینید بزرگتر بشه چه رهبر بزرگی برای کشور ترکیه میشه. خیلی خیلی هم تو ترکیه محبوبه. دقیقه 70 یه 1-2 دیدنی بازیکنان گرجستان با هم انجام دادن که یه دفعه تک به تک شدن با گونوک و ضربه‌ای که زدن به تیر دروازه ترکیه خورد و وارد دروازه نشد و تو تیرک‌ها 1-1 برابر شدن. این دفاع ترکیه خیلی ضعیفه، یعنی هم دفاع راست و چپشون دور میخورن راحت سانت میشه رو دروازه، هم دوتا دفاع وسطاشون بسیار کندن و 1-2 میشه از بینشون رد شد. یعنی من نمیدونم این ترکیه اگر مقابل پرتغال بخواد بازی کنه، به نظر من بارها و بارها مقابل پرتغال دروازهش باز میشه. کریستیانو رونالدو و برونو فرناند اصلا این بازیکنایی که پرتغال داره همچین تیمی براشون واقعا یه کیس مناسبه برای اینکه بخوان گلبارونشون بکنن. اگر وینچنزو مونتلا میخواد تو این جام بالاتر بره حتما باید یه فکری به حال دفاعش بکنه. البته اینو بدونین که توی کشور ترکیه الان دفاع وسط‌های با کیفیت وجود نداره، اما هافبک دفاعی‌های خوب و هافبک تهاجمی‌های بسیار خوبی در سطح یک جهانی دارن و برای همین هم تیمشون یه مقداری اون هارمونی کامل رو نداره. برای همین یه مقدار اینکه فکر کنیم ترکیه تیم بزرگی و قرار راه طولانی رو بره به نظر من غلطه. البته با این برد خوبی که به دست آوردن به نظر میاد که صعودشون به مرحله بعد قطعیه
و من خودم فکر میکنم که دوم گروه به مرحله بعدی بیان، چون این ترکیه به نظر من رقیب پرتغال نیست. هرچند باید منتظر بشیم بازی پرتغال رو هم ببینیم مقابل جمهوری چک. اگر پرتغال بتونه مقابل جمهوری چک خیلی روون و راحت بازی کنه، مطمئنا این ترکیه رو هم میتونه شکست بده. دقیقه 70 که این صحنه گذشت، خب دیگه بازی صحنه خاصی نداشت و یه دفعه دیگه گرجستان به قولی به سیم آخر زد و تا تونست مهاجم اضافه کرد ویلی ساینول تا اونا اینقدر فشار بیارن تا دروازه ترکیه رو باز بکنن و در عرض 3-4 دقیقه ما کلی موقعیت گل برای هر دو تیم دیدیم. دقیقه 87 سانتر زیبای چلیک قشنگ نشست رو سر یازیجی که یازیجی توپو نتونست تبدیل به گل بکنه، ممرداشویلی تونست توپو بگیره و ترکیه میتونست اینجا کارو تموم بکنه اما نتونستن این کار بکنن. دقیقه 93 یه موقعیت داشتن گرجستانی ها که بازی رو به تساوی بکشونن که لحظه‌ای که توپو فرستادن که وارد دروازه‌اش بکنن، دوتا بازیکنشون با هم قاطی کردن و توپ از دست رفت. من فکر کردم خب این آخرین موقعیتشون و دیگه موقعیت گیرشون نمیاد، اما چند دقیقه بعد دقیقه 96 یه موقعیت گیرشون اومد، از اونم بهتر. یه سانتری کردن که مستقیما داشت وارد دروازه میشد اما به تیر عمودی خورد و برگشت. بعد که شوت زدن آکایدین با ضربه سر توپ از تو دروازه در آورد. منو به شدت یاد مهدی پاشازاده انداخت مقابل استرالیا که تونست مقابل استرالیا توی ملبورن ایران رو نجات بده. این شبیه اون بود، وگرنه اگر گل میشد و گرجستان میتونست بازی رو 2-2 بکنه، کار ترکیه برای ادامه راه کاملا گره میخورد و همین جور باز گرجستان فشار می آورد و ممرداشویلی دروازه‌بانشون هم اومده بود که توی خط حمله و گل زدن کمک بکنه که حمله‌ای که کردن یه دفعه تو بد دست رفت و رسوندن به آکتورکوغلو که تازه میدان اومده بود و از نیمه خودشون با دروازه خالی گرجستان مواجه بود و توپ و برد و کرد تو دروازه و بازی 3-1 شد. بازی خیلی دیدنی بود. هر کسی بازی رو ندیده بهش توصیه میکنم خلاصه بازی رو بره ببینه و اگر حوصله داره بازی رو کامل ببینه یا حداقل 20 دقیقه پایانی رو ببینه. یه فوتبال بسیار بسیار جذاب و دیدنی از دو تا تیمی که کاملا اراده بردن برای ملت‌های خودشون رو داشتن و خیلی دوست داشتن که برای کشورشون افتخار آفرینی بکنن. من انتظارش از این دو تیم داشتم. ترکای ترکیه خیلی خیلی میهن پرستن، کشورشون رو خیلی دوست دارن. من خودم دارم تو این کشور زندگی میکنم، میبینم که مردمشون چقدر عاشق کشورشون، عاشق فوتبالن و جون میدن برای این تیم و واقعا عشق میکنن وقتی این تیم وارد زمین میشه. این تیم هم داره جواب همون محبت ها رو میده. گرجستان هم با توجه به اینکه اولین بارشه به جام ملت‌ها رسیده، یه همچین احساسی رو تونسته توی ملت خودش به وجود بیاره، اما چون تجربه زیادی ندارن شاید یه مقداری براشون زیاده روی باشه که فکر کنن میتونن توی موضوع خیلی موفق باشن، اما ترکیه انتظار ازش زیاده. با بازی هم که انجام دادن و آردا گولری که نشون داد بسیار بسیار آماده است، به نظر من ترکیه میتونه از گروه که صعود بکنه هیچ، اما تو دور بعدی باید ببینیم قرعه‌اش به کی میخوره. اگر به یه تیم مثل فرانسه، انگلیس بخوره، به تیمایی که بسیار با کیفیتن، نظم تیمی فوق‌العاده‌ای دارن، این ترکیه حریف اون تیما نیست، به خاطر اینکه ترکیه نظم خاصی نداره اما غیرتی داره که میتونه تیمای همسطح خودشو شکست بده.